مای گاد، تازه هنوز VIP نیست. خب بالاخره وقت اون رسید یوتیوبر ایرانی بره هتل انترکانتینتال و اصل ماجرا اینجاست. بدون معطلی بریم ببینیم. Oh my god. قصر شاهه، قصر وزیره، ای اصلا هتل یا قصره؟ چقدر قشنگ. او درا چه قشنگ وا میشن. و ویلا بچه ها ببینید سقفش حالت طلایی داره، مثلا توی قصر ترامپ و ای داستان ها این حالت طلایی هست، مثلا روکش طلا به کار بردن. حال نمیدونم این طلای ایجاد چیه، رنگ گچ طلایی یا روکش طلایی واقعا ایجاد، ولی نه مسلمان ها زیاد ولخرجی نمی کنن، فکرم رنگ طلاییه. چه منظم میزا هم چیدن. اتاق خوابار نگاه کنید چقدر شیک و قشنگ. به به، معلوم نیست بچه ها اجاره یه شب تو این هتل ها چقدره، مثلا به پول افغانی میشه چند افغانی از اینه یک شب اقامت توی هتل انترکانتینتال؟ سلام به به. آه این محیط اصلی هتله، نگاه او هتله چقدر قشنگ، از این محیطش یه جور اروپایی بچه ها، یعنی محیط بین المللی اینجوریه. همه شما عزیزای دل خیلی خوش اومدید به یکی از برنامه‌های خیلی خاص ما، پسر ایرانی، اولین یوتیوبر ایرانی که وارد افغانستان شده، می‌خواستم بگم وارد ایران شده و اینجا زنده باد، زنده باد که اومد گزارش تهیه کرد و به قولید تولید محتوای این چنینی واقعا هم اولین بار بود که یه یوتیوبر ایرانی بره و هدفش واقعا هم این باشه که مکانهای عمومی که حالا تا الان ما توی ویدیوها میدیدیم یوتیوبرها نسبت بهشون ویدیو تهیه میکنن ریاکشن میدن، الان به صورت واقعی داره گزارش تهیه میکنه. ایول هتل انترکانتیننتال در خدمت همه شما دوستان عزیز هستیم. به شدت زیباست، یک مساحت فوق العاده بزرگ. اما اینجا کجا هست؟ یک صخر خیلی قشنگ داره اما فعلا آب نداره. اگه آب داشت همین الان هست، میدویدم میرفتم داخل میپریدم. ایوه واقعا بچه ها صخر یه حال هوایی داره که آدم میبینش به فشم دوست داره بره توش هم شیرجه بزنه. بله الان بچه ها چرا خب آب نداره، یعنی الان فصل مثلا اجور نیست که توریستا بیان و گردشگرا بیان که آبش کنن یا توی روزای خاصی آبش میکنن. خیلی قشنگه اینجا. قبلا ها اونجا که هست میبینید یک فضایی داشته برای اجرای زنده، محفلا، مهمونی ها، و اینجا که میبینید میزهایی که هست برای صرف شامی که اونجا محفلا کنسرت ها رو اجرا میکنم. فکر کنم بچه ها احمد ظاهر همینجا کنسرتش اجرا کرده، درسته؟ چون یادم توی یکی از ویدیوهاش بود یه محیط باز بود، یعنی سقف نبود، محیط آزاد. فکر کنم دقیقا همینجا کنسرتش برگزار کرده احمد ظاهر. غذاها رو میارن میچینن و مهمون ها یواش یواش هر چیزی که دوست داشتن میتونن بردارن و نوش جان بکنند. یک شبی که ما اینجا اومده بودیم اینجا ازمون پذیرایی کردن آقا سمی جان قند که خیلی خیلی به ما لطف داشتن، یک مهمون نوازی فوق العاده عالی. یواش یواش بیا بریم. احسنت، دمشون گرم که و جاهای خوبی هم میان پذیرایی میکنن، مثلا نمیبرن توی رستوران سر کوچه. و میبینید مهدی رو میگه دعوت کردن اینجا آقا سمیر که کی بود گفت اوورده تو هتل تاپ افغانستان ازش پذیرایی کرده. ببینید چقدر ارزش قائلن واسه مهماناشون. خود ایرانی ها مهمون میاد واسه شون میبرن یه رستوران، حالا البته با توجه به وسع خودشون میبرن اونجا، ولی الان اینجا ببینید تاپ ترین هتل بردن مهدی رو.
طرف این استخر امروز چه برنامه هایی داریم از سالن های مختلف؟ قراره بریم کافی شاپ اینجا رو ببینیم، یک رستوران دیگه داره که در داخل سالن است. نفسم بند من، میخوای منو بندازی پایین؟ نه خیلی عالیه همه چی اینجا. واه واه چه قشنگ بچه ها، یعنی محیط فیلم برداشت اصلا با کیفیت شده، اصلا یه جلوه بسیار خاصی داره اون ساختمون اونجا، درخت های این ور، این حالت استخر اینجا. جانم بریم با همدیگه بچرخیم داخل هتل. خب حالا این قسمت هتلی رو دیدیم. او اینا کیان بچه ها؟ یلا سب کنید. به اینجا مخصوص عروس دومادیه فکر کنم دیگه. آره بچه او فرشه، اونی که زیر پاشونه این فرش دستبافه یا یه حالت او مای گاد چقدر قشنگ. او او بنزار دید، بنزا و تیوتا لند کروز و فلان و اینم که سلف سرویسشه بچه ها. حالا در این سلف سرویسش فقط واسه مراسم های جشن و عروسیه یا کلن یه قسمت داره سلف سرویس، شما فقط پول ورودی میده دیگه هر چقدر خوردی اینو بگید. آه هتل اند بذار من خب هتل اینترکانتیننتال، هتل اینترکانتیننتال، اینترکانتیننتال دیگه یادم بود، اینترکانتیننتال اسمش همشه قاطی میکرد. اینجا فضای باز در کنار هتل اینترکانتیننتال، یک چمن خیلی قشنگ و یک جا برای ورزش مهمانان عزیز و همچنین شبها میتونن بیان اینجا و خودشون در این هوای آزاد لذت ببرن. این تنها یک نقطه از هتل اینترکانتیننتال نیست و نقاط خیلی زیادی هست برای چه وسعت بزرگی هم داره بچه، هر منطقهش واسه یه ویژگی خاصی داره، یه جای واسه پذیرهای، یه جا واسه ورزش، جای مختلفی داره کلا. برافو وسعتش معلوم چند متر مکعبه بچه، استراحت و لذت بردن خیلی قشنگه. آقای کامرمن الان وسط چمنها وایساده و آقای کامرمن دیگه مهدی دیگه واقعا هم لهجه شده افغانستانی، کامرمن فکر کنم افغانستانی هم میگن کامرمن، یعنی مردی که پشت دوربینه کلن لهجه شده افغانستانی مهدی. یک حوض بسیار قشنگ هست اینجا، بهش به خوبی تزیین شده و میتونید از هوای پاک و تمیز اینجا استفاده کنید، یک هوای بسیار قشنگ که میتونه تأثیر خیلی خوبی بهتون بذاره، آرامش خیلی خوبی که شما میتونه در این هتل بچه احساس میکنم تو یه جای منطقه بالا روی کوه و تپه و داستان باشه، نگاه ارتفاعش نسبت به شهر خیلی بالاتره. نگاه که الان شما حساب که آسمون خراشه و ساختمون های چند طبقه افغانستان کابل ببینید زیر پای مهدی قرار داده شده داشته باشید. همچنین ویورره، واقعا ویورره، واقعا واقعا ویورره. و اینکه اینجا مخصوص محفلای شبانه هست، محفلای عروسی، تولد، خانواده هایی که خب حالا این قسمت دیدیم بریم، چون ویدیو خیلی طولانیه میخوام کل قسمتاشو پوشش بدیم با هم دیگه ببینیم. خب رفت تبلیغ، تا موقعی که تبلیغ تمام میشه لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه، نظر و پیشنهاداتونو حتما کامنت کنید. مارکو دوست دارم میدونی که این کار تله گناه من نیست، خوش بگذره بهت متی. بریم یه دامه آه اینجا سالونشه، بشینیم یعنی کنار هم دیگه هم صحبت بشیم و ببینیم ما رو کجاها میتونن ببرن، برنامه هایی با هم دیگه داشته باشیم و خودشون رو معرفی کنیم. سلام علیکم. سلام. او بخش بچه هایی فکر کنم بخش مدیریت هتل دیگه. آره پیشا پیش میگم همین الان ببینید این بند خدایی که مهدی میخواد با این صحبت، ببینید چقدر قشنگ صحبت میکنه، چقدر
دایره واژگان لغاتش ببینید چقدر گسترده. اینا پیشا پیش میگم هر کی میدی رفته پیشش همینجوری قشنگ صحبت کرد. دکتر جان اگه میشه خودتون رو معرفی کنید و اینکه برامون بگید ما رو کجا میخواییم ببرید به چرخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من احمد رومال نصرت نگاه فعلا من حیث مدیر پذیرش در هتل کانتال ایفای وظیفه منو. او مدیر پذیرش ای هتل بچه ها. احسن. ایول ایول بچه چه جای قشنگ و شیکیه. یعنی این مکانش نگاه اینجا فکر کنم لابی و هتل میشه دیگه، درسته؟ دیگه انشالله میریم تمام اتاقا رو سعی میکنیم دیگه وزن نمونایشه و سالنا رو سعی میکنیم دیگه انشالله کلش برای شما به معرفت میگیریم همتونه رستوران تمام میبینیم در آخر. خیلی عمالی بچه، ممنون از دکتر جان و میریم با هم دیگه. او ممنون از دکتره؟ درست اصلا من شنیدم دکتر گفت؟ اوه چه شخصای مدرک تحصیلات بالایی هم اینجا فعالیت دارن. داشته باشیم فضاهایی که بتونیم فیلم برداری کنیم و اجازه داشته باشیم و توضیحاتی که از دکتر صاحبتون که به ما ارائه بدن ممنون و لطف بسیار زیاد. اگه اجازه بدیم مهربانی بفرمایید بچه ها با ما همراه باشیم که داشته باشیم خودمون رو آماده کنیم. قراره کلی محیط جالب ببینیم اینجا. هتل انترکانتینتال. بازم دوباره اشتباه دارم میگم، بازم منو ببخشید. قراره دوباره متعجب شه پاشا واو واویلا و او خدای من و ای داستانا رو همه رو داریم. خیلی خفن و جذاب. کافی شاپ خیلی قشنگ از بای هتل انترکانتینتال با حاجی جان هستیم. یه توضیحات قشنگ و ریز مختصر مفید برای ما بدهن. ویلا محیط رو نگاه کن، سقف رو نگاه کن بچه، چند تا عکس پادشاه رو نگاه کن شما رو سقف میبینید. بعد این فرشای نفیس رو دارید شما میبینید. این محیط زیبا. مهربانی کافی شاپ ما که داره که تصویر معلوم میشه که از زینت دیگه تصویر خودش نمایان هست. بله بعد از دیگه کافی شاپ دیگه مهمانای مختلف داریم مکنن از کافی شاپ استفاده میکنن و همچنان دیگه اینجا کافی شاپ هست. حالا بچه یه انگار خلوته همیشه اینجا، مثلا جاش جایی که اجازه نمیدن کسی مثلا بیاد و بره و رفت آمد کنه، یا در کل الان خلوته هتل فصل مسافرت نیست یا کسی توش نیست، داستانش چیه الان این خلوتی واسه چیه؟ یکای مختلف که خود کانتیننتال تولید خود کانتیننتال هست. بله اینجا خودش درست میشه یا از بیرون؟ نه در داخل هتل درست میشه باز. درست ها بله. طبق اردر مهمان هم میتونیم درست کنیم و قبل از قبل هم درست کردگیم داریم که مثلا خود کوتا ایجاه. ببینید کیک و شیرینی و ایجا محل کافی شاپشه. قرارای دختر پسر عاشقونه. البته دیگه فکر کنم توی افغانستان اجازه نمیدن دختر پسر مثلا بیرون بیاد، خیلی فکر کنم محدودیت داره، درسته؟ حیف و صد حیف. از خود هتل است البته. بله و اینه بگم من شما قبل اینکه برنامه رو شروع کردیم نشسته بودیم، دستشون دادن یه پذیرایی کردن، یه کیک آوردن خوردیم و به شدت خوشمزه. گرسنم شد دوباره گرسنم. این شیرینی رو دیدم اصلا هوس چای شیرینی کردم من. یعنی ویدیوهای مهدی رو من میبینم سرصدا شکمم دیگه در میاد. و عالی بود حاجی جان. اینجا چقدر جمعیت جای خب. کافی شاپ رو دیدیم، حالا بریم اتاقا. بچه های عزیزم اینجا اومدیم داخل یکی از اتاقهای هتل. این اتاق من فکر میکردم سالن کنفرانس، نگویی اتاق خوابی اینجور تازه میز و دفتر و دستک و این چیزا داره. اجازه دادن اومدیم نشستیم. ببینید دستشویی فرنگی داره. او مای گاد، دیگه هتل بین المللی دیگه. قرار بود بریم یه اتاق وی آی پی، ولی چون مسافرها زیاد بودن و همه جا پر بود اومدیم اینجا نشستیم. ولی یه نکته جالبی که اینجا بود. پس مسافرم داره میگه مسافر زیاد بود. من فکر میکردم مثلا الان توی روزایی که مسافر نیست و توریست و اجازه نیست پس هست، پس او قسمت شاید خلوت بوده. ما وقتی وارد شدیم فکر کردیم وی آی پیه. بعد مشتبه جان فیلم بردارمون گفت
اینجوریه وی آی پی چطوره؟ ماشاءالله. تازه هنوز وی آی پی نیست. وی آی پیش چیست؟ او مای گاد، بسیار زیبا، خیلی قشنگ، مبلهای بسیار مستحکم، نرم و یک چیز خیلی دلباز. حاجی جان یه توضیحی برامون بده. بچه مبل رو نگاه کنین، تو کدوم هتل ایجون مبل میده؟ این تازه میگه وی آی پی نیست و ایجون مبل گذاشتن. بچه ها عجب جایی، اینجا چندین تا اتاق داره، خیلی اتاق داره، حالا نمیدونم دقیقش رو، چند تایی هست. ببینید بچه ها، یه ذره بزنیم جلوتر، من دوست دارم جای مختلفش رو ببینیم. ما بریم جلوتر ببینم سالونش. با دکتر صاحب جان اومدیم به رستوران داخلی هتل. آه رستوران، یک فضای بسیار قشنگ، یک سکوت بسیار زیبا داره اینجا و از دکتر جان صاحب میخواییم یه توضیحاتی برامون بدن اینجا. بچه از این بند خدای دکتر اینم اطلاع بدین، دکتر توی چه زمینه یه توی تحصیلاتش چیه که شده دکتر؟ یا از اون دکترایی که عمل جراحی انجام، نه ولی فکر کنم توی مدرک تحصیلی مثلا دکترای گردشگری، دکترای حقوق، از این دکترای فکر کنم. چند نفر بعد از ویدیو غذا را نگاه حرکتی میزنیم. بله غذا را نگاه، نهار اینجا میشه. بله شام این رستوران ما چون سربسته است دیگه، چای صبح و پیشین وای پیتزا گوشت گشنم شد. الان هم هیچ که خونم رو نیست ببون آشپزی کنه. من الان این ویدیو رو دیدم دلم ضعف رفت، گشنه تشنه، کجا برم؟ باید برم الان این موقع شب رستوران از کجا پیدا کنم باز باشه غذای سفارش بدم؟ آره نهار همون چا قیمه شبش باز سبزی نان چاش. آره شام اینم دسرش بیرون سرو میشه، شیرینی و نهار ژله از یک فضای بسیار گیلاس هندوانه. اینو رد کنم برم؟ من اینو رد کردم برم. منو ببخشید دوستان عزیز، منو ببخشید، من اینجا رد کردم بره گرسنمه. خواست داریم مهمون عزیزمون که لطف کردن با ما نشستن و یه صحبت ریزی با هم دیگه داشته باشیم. معاون تجارتی هتل اینترکانتیننتال، معاون تجارتی هتل اینترکانتیننتال، خودم مغز ندارم، من یادم میرم. در خدمتشون هستیم و من از یک شما تشریف آوردین، هتل اینترکانتیننتال انتخاب کردین، ما صمیمانه شما سپاسگزاری میکنیم. هتل اینترکانتیننتال چنانچه Ich weiß, was du jetzt denkst. Da muss Erdnussbutter rein. Willkommen im Club. Reese's Peanut Butter Cups, zwei Milchschokoladencups, randvoll gefüllt. نمایندگی از رهبری هتل اینترکانتیننتال از تشریف آوری شما صمیمانه قدردانی میکنیم. احسنت، براو براو. خب جای معرفیش در همین حد بود. خب دوستان عزیز شما چه اطلاعاتی دارید از این هتل؟ حتما واسه من کامنت بذارید و نظرات پیشنهاداتون رو بنویسید و میخونم. خیلی ممنون تا انتهای ویدیو همراه من بودید، شما خانواده من هستید، بسیار دوستتون دارم. در انتها یکی از دو ویدیوی بالا رو حتما ببینید. Catch you later.